از صنایع نفت و پتروشیمی تا بانک مرکزی. چرا مدیران متهم به فساد در ایران پرشمارند؟ این سال 60 دقیقه امشب است. با دو مهمان برنامه امشب ابعاد مختلف فساد اداری، رانت و انتصاب‌های پرحاشیه را بررسی می‌کنیم. همچنین در برنامه امشب ابعاد تازه‌ای از مرگ قاضی جنجالی، جسد غلامرضا منصوری به ایران منتقل شد. خبرهای امیدوارکننده از تهیه واکسن کرونا، چقدر طول می‌کشد تا در اختیار همه قرار بگیرد؟ و حکایت یک نشان پرماجرا، چطور پای شیر و خورشید به پرچم ایران باز شد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. باز هم فسادی دیگر، باز هم متهمانی فراری، داستان تکراری این روزهای ایران. این هفته با 14 ماه تأخیر جلسه دیگری از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی برگزار شد. دادگاهی برای رسیدگی به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو. حالا به گفته قاضی پرونده دست کم 5 نفر از 14 متهم پرونده فراری هستند. مرجان شیخ الاسلامی که خارج از ایران است، حسین شیرعلی که گفته شد برای درمان بیماری خونی به دبی رفته بود و برنگشت، مهدی شریفی نیکنفس مدیر عامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی که او هم به امارات متحده عربی فرار کرده، علی اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت حسن روحانی که گفته می شود داخل ایران است اما متواری است، و سید امیر قرشی سروستانی. اما چه می شود که دستگاه اطلاعاتی ایران می تواند معترضان سیاسی را از داخل کشورهای همسایه پیدا کند و به ایران برگرداند، اما متهمان اغلب شناخته شده پرونده های فساد کلان مالی یکی پس از دیگری به راحتی متواری می شوند؟ اساساً چرا مدیران فاسد در ایران پرشمارند؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از ریحانه مظاهری. ابلاغ صورت گرفته. نیمه اسفند 1397 خورشیدی، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جنجالی که از آن به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در 40 سال گذشته در جمهوری اسلامی یاد می‌شود. متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده و کلان. پرونده از جابجایی حدود 6 میلیارد و 650 میلیون یورو ارز در فاصله سال‌های 89 تا 92 خورشیدی حکایت دارد. به گفته قاضی، متهمان پرونده در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد از راه بازی با ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی میلیون‌ها دلار به جیب زدند. البته خود متهمان میگویند که با دشواری تحریم‌های آمریکا را دور زدند و از این راه به جمهوری اسلامی خدمت هم کردند و مستحق دریافت مدالند. 9 جلسه اول دادگاه بدون وقفه برگزار شد، اما تا برگزاری جلسه 10 14 ماه فاصله افتاد. در آن زمان اعلام شد که 3 نفر از متهمان فراریند، اما حالا بعد از حدود 1.5 سال اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی کننده به پرونده میگوید تعداد متهمان غایب پرونده به 5 نفر رسیده. اما آنها کیستند؟ مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، متهم ردیف 6 پرونده که از ماه‌ها قبل از شکل‌گیری این پرونده به کانادا رفته بود و همچنان در خارج از کشور به سر می‌برد. او متهم است که با همکاری متهم ردیف اول یعنی رضا حمزلو، اولین مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از خصوصی سازی با تأسیس شرکت‌هایی در ترکیه، بیش از 7 میلیون یورو سود حاصل از فروش محصولات را به ایران باز نگردانده. شرکت‌های دنیز و حسرا تجارت که او مدیر عامل آنها بود و هر دو در ترکیه ثبت شدند. خانم شیخ الاسلامی البته پیش از آن مدتی رئیس خبرگزاری میراث فرهنگی بود و در چند رسانه متعلق به اصلاح طلبان هم حضور داشت، اما بعدها به اصولگرایان نزدیک شد. در مدت حضورش در ایران 2 بار هم برای دوره‌های 6 و 8 مجلس نامزد شد. محمد حسین شیرعلی دیگر متهم غایب پرونده که البته به گفته قاضی دادگاه برای معالجه و درمان بیماری به خارج از کشور سفر کرده،
وکیلش در نهمین جلسه دادگاه گفته بود که او به دلیل ابتلا به بیماری خونی به دبی رفته و بعد از درمان به کشور برمیگردد. مدارک پزشکی که ایشون داره ناگهان ایجاد شده. با این حال در دهمین جلسه دادگاه که 14 ماه پس از جلسه قبلی برگزار شد، او هنوز غایب بود. مهدی شریفی نیک نفس، معاون مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران که نامش در ابتدا در فهرست متهمان پرونده نبود، اما بعد از طرح ابهاماتی از سوی علیرضا زاکانی نماینده مجلس نامش به فهرست متهمان اضافه شد. بهمن پارسال بود که برخی از رسانه‌های ایران از خروجش از کشور خبر دادند و گفته شد که او به امارات رفته. امین قرشی سروستانی که در این پرونده متهم به کسب مال نامشروع حدود 32 میلیارد تومان است. کسی که پیشتر در دادگاه گفته شده بود دلیل عدم حضورش بازداشت به دست مقام‌های قضایی آمریکا بوده، به خاطر تامین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا. پرونده‌ای که در سال 91 خورشیدی در نیویورک مطرح شد و او 30 ماه زندانی بود و 100 هزار دلار جریمه پرداخت کرد. اما با وجود پایان دوره محکومیت ظاهراً هنوز به ایران برنگشته. علی اشرف ریاهی پنجمین متهم غایب در این پرونده است. داماد محمد رضا نعمت‌زاده، آقای نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت بود. او در نهمین جلسه دادگاه حاضر شد و اتهاماتش را رد کرد، اما حالا قاضی میگوید که همسرش زینب نعمت‌زاده و فرزندش را به کشور خارجی فرستاده و خودش به دلیل نداشتن ویزا در داخل کشور متواری است. نام همسرش زینب نعمت‌زاده در یک پرونده دیگر مربوط به تخلفات شرکت دارویی توسعه دارویی رسا هم مطرح بود. او و خواهرش شبنم نعمت‌زاده هر دو عضو هیئت مدیره این شرکت بودند. بارها به خود خانم نعمت‌زاده من گفتم، خودشون میدونن تو جلساتی که تو شرکت نشستیم، گفتم به هیچ عنوان دنبال این کارن. گفتن نه، ما باید یه انبار شخصی اجاره بکنیم که اونجا کسی اینا شرکت‌ها نتونن پیدا کنن این انبارو که کالامون رو ببریم اونجا، اونجا شروع کنیم بفروشیم. شبنم نعمت‌زاده در پرونده تخلفات دارو به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو در دیماه 98 به 20 سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شد. بحث فساد در بخش پتروشیمی ایران عمدتاً با خصوصی سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز شد. بهانه هم دور زدن تحریم‌ها توسط افرادی بود که با تأسیس شرکت در خارج تحریم‌های بانکی را دور می‌زنند و قرار بود به عنوان واسطه پول را به ایران منتقل کنند. در این مدت علاوه بر متهمانی که تا به حال نامشان در دادگاه مطرح شده، رسانه‌ها از افراد دیگری هم یاد کردند که نشان می‌دهد این پرونده سری دراز دارد که افرادی از جناح‌های سیاسی مختلف را در خود جا داده، افرادی که نامی از آنها برده نشده و شاید هرگز مستقیماً پایشان به این پرونده باز نشود. ریحان مظاهری، بی بی سی. آرش حسنی یا روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست برای گفتگوی بیشتر. آقای حسنی، می‌دونم که جزئیات این پرونده رو شما دنبال کردید. اساساً چه اتفاقی افتاده در این پرونده؟ همونطور که در گزارش شما آمده بود، در واقع این پرونده محصول شکل‌گیری یک فضای خاکستری در زمانی است که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده و حاکمیت برای گریز از این تحریم‌ها رو آورده به افرادی که در واقع ما اونها رو تحت عنوان دلالان یا اونطور که در ادبیات سیاسی ایران رایج است کاسبان تحریم می‌شناسیم، کسانی که در این فضای خاکستری با توجه به اعتمادی که حاکمیت به اونها داره و ارتباطات خاصی که با نهادهای امنیتی نظامی یا صاحبان قدرت و نفوذ دارن، میتونن در این فضا کسب سود بکنند و در واقع با تشکیل و تأسیس شرکت‌هایی کاری رو که در همین دادگاه هم متهمان و وکلای اونها تحت عنوان بسیجی اقتصادی یا تعبیرهایی از این دست که خدمت به کشور برای دور زدن تحریم‌ها می‌نامند، از رهگذر این دور زدن کسب سودهای غیر متعارفی بکنند. در این پرونده خاص مواردی بوده همچون موردی که برای متهم ردیف ششم عنوان شده خانم شیخ الاسلامی که اصل پول هم به کشور باز نگشته، علاوه بر اون حق العملکاری یا درصدهایی که برای انجام این مبادلات صورت گرفته، چیزی شبیه به الگویی که ما پیش از این در پرونده آقای بابک زنجانی دیدیم و البته با تغییر دولت ظاهراً رویکردها در این حوزه تغییر کرده.
بعضی از متهمان پرونده مدعی هستند که پرونده در واقع به نوعی تصفیه حساب سیاسیه، همونطور که اشاره کردین خودشون رو بسیجی اقتصادی میدونن، فکر میکنن دارن کمک میکنند به دور زدن تحریم ها. چی میشه که اون افراد امروز در جایگاه متهم قرار میگیرن؟ نکته مهمی است این بحثی که شما اشاره می‌کنید، این که در واقع به رغم اینکه اونها سیاسی خوندن این دادگاه رو، اما هیچ آدرس مشخصی ندادند که کدام گروه سیاسی مشغول تصفیه حساب با اونها. ضمن این که فراموش نکنیم کار اقتصادی در ایران معلومه که و در این ابعاد خصوصا معلومه که آلوده به سیاسته و اساسا حضور همین افراد در این پرونده ها و کسب سود تا پیش از اینکه کار اونها به دادگاه کشیده بشه با توجه به روابط سیاسی اونها شکل گرفته. شاید راه گریز از این مسئله این باشه که متهمان این پرونده، به ویژه متهمانی پنج متهمی که خارج از ایران هستند، در رسانه‌های مستقل حضور پیدا بکنند. این روزها با توجه به امکاناتی که شبکه‌های اجتماعی و دیگر تلویزیون‌ها میده، این امکان رو فراهم می‌کنه که اونها خودشون رو در معرض پرسش‌های خبرنگاران واقعی قرار بدن، خبرنگاران از اونها پرسش بکنند و با این پرسش‌ها و پاسخ‌های اونهاست که اونها می‌تونند این در واقع اتهام سیاسی بودن یا مدعایی رو که دارند اثبات بکنند، در معرض افکار عمومی قرار بگیرن. اما متاسفانه ما حتی شاهد این هستیم که برخی از این متهمان نه تنها در حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها و خبرنگاران نیستن، که حتی راه برعکس رو انتخاب کردن و به رسانه‌ها فشار هم میارن برای اینکه اخبار اطلاعاتی این پرونده منتشر نشه و خبرنگاران این موضوعات رو دنبال نکنن. آقای حسنی، در گزارش هم اشاره شد به مسئله خصوصی سازی بخش پتروشیمی. چقدر خصوصی سازی رو مقصر ایجاد این فسادهای مالی میدونید؟ در واقع بهتر اینه که از لفظ خصوصی سازی استفاده نکنیم در چنین مواردی که موارد متعدد و مکرری بوده از زمانی که پروژه خصوصی سازی در ایران به اجرا درآمده. اتفاقی که افتاده و میفته به طور معمول حضور افرادی است نزدیک به حاکمیت یا نزدیک به حلقه های قدرت و نفوذ سیاسی برای اینکه در اختیار بگیرند اموال دولتی و عمومی رو. در همین مورد خاص در واقع واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت سرمایه ایران که یک شرکتی است که 52.5% از یک هلدینگ سرمایه گذاری است که 52.5% از همین شرکت بازرگانی پتروشیمی رو در اختیار داره. نام افرادی رو میبینیم که نوعاً افراد سیاسی هستند که سالهاست نزدیک به حلقه های قدرت هستند. آقای علی نقی خاموشی، آقای علامیر محمد صادقی، اینها افرادی هستند که ما اونها رو بیشتر از فعالیت های اقتصادیشون شاید با نزدیکی و قرابتشون به حزب مؤتلفه اسلامی میشناسیم. در اون بزنگاه ها در واقع این شرکت های دولتی واگذار میشه به این افراد و حتی بعد از این اتفاق، یعنی بعد از واگذاری، ما شاهد این نیستیم که اون چیزی که از خصوصی سازی واقعی انتظار داریم، یعنی اینکه یک فضای رقابتی ایجاد بشه، شفافیت ایجاد بشه، هیچ کدام اینها رو ما شاهد نیستیم. در سال 89 96% از کل فروش و صادرات محصولات پتروشیمی ایران به عهده همین شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده که امروز آقای حمزه‌لو متعامل ردیف اول اون از مدیران عامل این شرکت هستند. عدد شگفت انگیزی است، یعنی 96% از کل صادرات پتروشیمی در انحصار شرکتی است که گفته میشه شرکت خصوصی است. اما فارغ از اون مالکیت روی کاغذ میتونیم بفهمیم که شرکتی که چنین اختیاراتی رو داره یک بخش خصوصی واقعی در فضای رقابتی حتما نبوده. متشکرم آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی. همطور که اشاره شد، شمار زیاد پرونده های فساد اقتصادی در ایران و ارتباط آن با مقام های حکومتی نشان می دهد که فساد در ایران موردی نیست و سیستمی است. این شرایط ایران را در زمره فاسدترین اقتصادهای جهان قرار می دهد و هزینه هایی به اقتصاد این کشور تحمیل می کند که جبرانش بسیار دشوار است. شیدا هوشمندی در گزارشش نگاهی کرده به ابعاد فساد اقتصادی در ایران. پرونده های فساد اقتصادی با نام ها و احکام مختلف پشت هم می آیند و می روند. از دکل های نفتی گم شده تا پرونده پتروشیمی گیت.
از آنها که اعدام شدند تا آنها که فرار کردند یا ماندند، اما واقعیت پروندهشان مبهم ماند. تا تازه ترین مورد، نمایش چمدان پر از ارز و سکه در دادگاه که گفته می شود مربوط به این مدیر و آن مدیر پیشین بانک مرکزی است. مدیرانی که متهمند در ازای دریافت رشوه تسهیلات ارزی غیرقانونی می دادند. پرونده‌ای که یک سرش به مدیرعامل کارخانه نیشکر هفت تپه هم وصل است. کارخانه‌ای که کارگرانش مهمترین بازندگان تعطیلی‌اش هستند. ایران اقتصادی گره خورده با فساد و رانت دارد که به روایت نهادهای مختلف بین‌المللی مهمترین منشأ آن حکمرانی نادرست و حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. مؤسسه شفافیت بین‌الملل هر سال رتبه بندی بر اساس شاخصی به نام ادراک فساد منتشر می‌کند که ایران عمدتاً عملکرد نامناسبی در آن دارد. در این رتبه بندی 180 کشور بررسی می‌شوند. هرچه نمره کشورها به 0 نزدیک باشد، فاسدتر هستند و هرچه به 100 نزدیک‌تر، شفاف‌تر هستند. بر اساس آخرین برآورد این سازمان، نمره ایران از 100 26 بوده. میزان شفافیت ایران در 8 سال گذشته از 30 بیشتر نشده و عمدتاً در نزدیک 1/4 پایین جدول رتبه بندی بوده در میان فاسدترین اقتصادهای جهان. ایران در زمینه پولشویی شهرت جهانی دارد و در فهرست سیاه FATF قرار گرفته. دولت ایران با وعده اصلاحات در سالهای گذشته توانسته بود این سازمان بین المللی را قانع کند که حضور ایران در فهرست سیاه معلق شود. اما پس از مدتها کشمکش میان دستگاه‌های مختلف نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی نهایی نشد. مؤسسه حکمرانی بازل، سازمانی در سوئیس که سالانه سطح شفافیت، استانداردهای بانکی، حکمرانی و حکومت قانون را بررسی می‌کند تا برآوردی از ریسک پولشویی در کشورهای مختلف به دست بیاورد، می‌گوید ایران اطلاعات کافی ارائه نمی‌کند و به همین خاطر در تازه‌ترین گزارشش برآوردی از شرایط ایران در زمینه پولشویی ندارد. فقدان اطلاعات آماری درباره ایران تعجب برانگیز نیست. در گزارش سال 2017 این سازمان، ایران در صدر جدول و پر ریسک ترین کشور جهان از لحاظ پولشویی بود، جایگاهی که ایران در سالهای پیش از آن هم در آن قرار داشت. دستگاهی که به تعبیر حزم استوالی میخواد خودش اصلاحگر باشه، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. کوچکترین فسادی در این مجموعه، اولین مدعی برخورد با فساد خود همکاران ما در درون قوه قضاییه هستن و حمدالله، ولذا خود اونها کشف میکنن، خودشون پیگیری میکنن، خودشون محاکمه میکنن، خودشون قاطعانه نقطه های فساد رو قطع میکنن که دستگاه قضایی با صلابت بتونه کارشو دنبال کنه و در نگاه مردم مسئله رسیدگی های ما بتونه کاملا امیدآفرین باشه. فساد در ایران با استناد به تحقیقات دولت جمهوری اسلامی سیستمی است. برآورد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشان می‌دهد که مردم ایران فاسدترین سازمان‌ها را آنهایی می‌دانند که قدرت اقتصادی و قانونی دارند. دستگاه قضایی کشور از نظر مردم ایران یکی از فاسدترین نهادهاست و در کنار آن شهرداری و وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک. همزمان سیاست‌های رانت‌سای دولت مانند ارز چند نرخی رقابت بر سر دریافت انواع رانت را داغ کرده. بنگاه‌های تجاری حالا بیش از آن که برای سهمشان از بازار رقابت کنند، در چانه‌زنی برای دریافت رانت مهارت کسب می‌کنند. فسادی که بنگاه‌های سالم را هم ناخواسته درگیر کرده. هزینه دیگر این شرایط برای اقتصاد ایران فرار مالیاتی گسترده و در نتیجه کاهش منابع مالی دولت است. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده. فساد گسترده در ایران را مقام‌های دولتی هم تایید می‌کنند.
اما این تاییدها هنوز باعث نشده در سازوکار فسادزای حاکم بر اقتصاد ایران بازنگری جدی شود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. دادستانی تهران از انتقال جسد غلامرضا منصوری قاضی سابق از رومانی به ایران خبر داده. جنازه آقای منصوری که از متهمان پرونده فساد در قوه قضاییه بود چند هفته پیش در هتلی در رومانی پیدا شد. در گزارش پزشکی قانونی آمده که با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری مشخص شد که او از مکان بلندی سقوط کرده. گفته شده که علت اصلی مرگ او پس از انجام آزمایش‌ها اعلام خواهد شد. همکارم جیار گل در استودیو به ما پیوسته. جیار، میدونم که چند هفته هست که داری این سوژه رو دنبال میکنی و میدونم که اسنادی به دستت رسیده. ببین، در طول چند هفته گذشته این شاید به جرأت بگم یکی از پیچیده ترین پرونده هایی بوده که ما در اروپا باهاش سر کار داشتیم، چرا که معمولا در اروپا دادستانی، دولت، وزارت خارجه خیلی باز با مطبوعات یا حداقل باهاشون صحبت میکنن، اما در این مورد ما هر بار رفتیم، هرچند رسما به ما نامه دادن اما همه درها رو بر روی ما بستن. اما خب ما تونستیم از کانالهای غیر رسمی به مدارک، به ویدیو، به اسنادی دست پیدا بکنیم که در حقیقت نشون میده حرکت آقای منصوری رو از ایران به استانبول، بعد به اروپا، بعد به رومانی رو نشون میده. و یک چیزی برای ما ثابت شده، آقای منصوری دو شب رو در سفارت ایران بوده. تصویر و مدارکی که به دست ما رسیده این رو نشون میده. یکی از پلیس‌های سابق رئیس اتحادیه پلیس‌های رومانی مصاحبه‌ای که دیروز باهاش داشتم میگفت این مشخص میکنه این فرد میخواسته برای خودش حفاظت بگیره، رفته اونجا، مشخص مردی نبوده که بخواد خودکشی بکنه. و حتی یک خود پلیس گفته اون روزی که خودکشی کرده، گفته شده که خودکشی کرده، رفته به اداره پلیس، هیچ علائمی از اینکه آیا او میخواسته خودکشی بکنه ندیدن. به همین جهت شک و شبهه‌های زیادی درباره این پرونده وجود داره. از طرف دیگه هم اگه من تماس‌هایی با سفارت ایران داشتم، متأسفانه جواب ندادن. اونا هم خیلی شفاف نبود در این موضوع. و اگر رسانه‌های ایران رو هم نگاه کنید، برادرش گفته به رسانه‌های ایران بیخبرن که جنازه رفته ایران، یعنی حتی نه سفارت ایران به عنوان شهروند با خانواده او تماسی نداشتن. به هر حال این شک و شبهه چرا از آلمان بلند شده، کشور قوی اروپایی با یک سیستم پلیس و دادستانی و دادگاهی شفافتر، بلند شده رفته رومانی، این سوالاتیه که مطرحه. از طرف دیگه هم خود دولت رومانی در جواب نامه‌های ما گفتن که پرونده هنوز بازه و تحقیقات درباره این پرونده ادامه داره. ما به گوشه ای از این مدارکی که دست پیدا کردیم، یک قطعه از صحبت‌های آقای منصوری رو پخش خواهیم کرد و همچنین عکسی که اونجا می‌بینید جلوی سفارت ایران در رومانی و همچنین عکس ویزای شنگنی که ایشون از سفارت فرانسه در استانبول گرفته، ما اونجا رو گرفتیم. البته مدارک زیادی وجود داره که داریم روش کار می‌کنیم و امیدواریم که در چند روز آینده یک گزارش کامل‌تر رو آماده کنیم و درباره کلاً سناریوها درباره مرگ ایشون چیزی رو ارائه بدیم. اما این قطعه رو با هم گوش بدیم. جیار، آیا دولت رومانی واکنشی نشون داده؟ ببین، دولت رومانی اینا در 24 ساعت اولیه پلیس گفته این خودکشیه. صحبت هایی که ما با ماموران تحقیقاتی جنایی سابق رومانی داشتیم، میگیم این بی سابقه است، فوری. اونم آخه چطور 24 ساعت پلیس نشر شده؟ دقیقاً همین صحبتی که انجام میشه، میگن غیر ممکنه شما در عرض 24 ساعت به این نتیجه برسید که این شخص خودکشی کرده. سوالات زیادی وجود داره، چرا که تو همین فایل صوتی صدای خود آقای منصوری گفته، یک جوری گفته که این هماهنگ شده که اینو ببرن تو بیمارستان و اونو تحویل پلیس بدن. و
من چیزی که متوجه شدم آقای منصوری تنها مسافر اون مسافرخونه بوده، به خاطر وضعیت کرونا همه جا خلوت بوده و صحبتی که امروز با افرادی که ما اونجا در ارتباطی میگفتن داخل هتلی که بوده، تنها شخصی بوده که اونجا مسافر بوده و نگرانی های زیادی بوده و دیروز هم اتفاقا مدیر اون هتل قرار بود با ما صحبت کنه، لحظاتی قبل از اینکه دوربین رو روشن کنیم بهش دستور رسیده بود که صحبت نکنه. اصلا مشخص شده که چرا رفته بود رومانی؟ صحبت هایی که شده، خب بالاخره سناریوهای زیادی وجود داره. خب اگه نگاه کنید برخی از کسایی که نزدیکن به خانواده‌اش میگن عمدن اونو کشیدن اونجا، چون که رومانی مثل کشور دیگر اروپایی آلمان نیست، با سیستم قضایی پلیس قوی اونجا، خب ایران جاپای قوی تری داره، میتونه راحت کارهای انجام بده. اما خب از طرف دیگه هم خیلی ها میگن خب رفته اونجا شاید بتونه از طریق سفارت اونجا بهش قول دادن سریعا برگرده ایران. اما چیزی که مشخصه همه علائم به این سمته که میخواسته برگرده ایران. متشکرم. ژیار گل در استودیو با ما. نمایندگان مجلس ایران مهرداد بذرپاش را به عنوان رئیس دیوان محاسبات انتخاب کردند. این انتخاب انتقادهایی در پی داشته، از جمله از طرف احمد توکلی نماینده سابق مجلس و از چهره‌های شناخته شده یک طیف موسوم به اصولگرا. او در نامه‌ای به رئیس مجلس انتخاب آقای بذرپاش را به دلیل نداشتن سابقه کافی از اساس غیرقانونی خوانده. مهرداد بذرپاش از اصولگرایانی است که پله‌های ترقی در سمت‌های مهم را از همان آغاز جوانی به سرعت طی کرد، البته با حاشیه و جنجال فراوان. مهرداد کهن‌روز گزارش می‌دهد. مهرداد بذرپاش، نواصولگرای تراز جمهوری اسلامی، فرزند شهیدی که با سهمیه در سال 1377 وارد دانشگاه شریف شد و بعد سرپرست بسیج دانشجویی همین دانشگاه، از چهره‌های طیف موسوم به گروه فشار. سال 1382 با آمدن محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران، آقای بذرپاش رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری تهران می شود. به عنوان حلقه رابط میان شهرداری و جوانان به قولی انقلابی و محافظه‌کار. 4 سال بعد در فروردین 1386 بذرپاش 27 سال است. به کمک خدماتش به محمود احمدی نژاد مدیر عامل پارس خودرو می شود و سابقه و تجربه چنین کاری را نداشت. زمستان همان سال بهمن 86 او مدیر عامل سایپاست، یکی از دو غول بزرگ خودروسازی ایران، دورانی که بحث فیش‌های نجومی سایپا مطرح است. آقای بذرپاش 2 سال در سایپا است و در سال 1388 و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن سال مدیر مسئول روزنامه تندروی وطن امروز شد. با انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری، آقای بذرپاش معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان شد. اختلاف نظر علنی با اسفندیار رحیم مشایی و انتقاد تند از او در آذر سال 89 باعث برکناریش شد. آقای بذرپاش در زمستان 89 قائم مقام بنیاد تعاون سپاه می شود، غول اقتصادی فعال در کشور، هلدینگی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ را زیر چتر و مونوپول خود گرفت، از جمله شرکت مخابرات و شرکت‌هایی که بعداً با همکاری صدا و سیما مجموعه هایی را انداختند که امروز همه آنها را به عنوان ستاره هشتگ مربع می‌شناسند، با ثروتی چند ده میلیاردی. بذرپاش 31 ساله در انتخابات دور نهم مجلس ایران وارد بهارستان می‌شود. از جبهه پایداری او منشی هیئت رئیس است. او امروز اول مرداد 1399 با 158 رأی رئیس دیوان محاسبات کشور است، بازوی نظارتی مجلس، منصبی که افراد برای به دست آوردنش باید 20 سال سابقه شغل دولتی داشته باشند که به گفته احمد توکلی نماینده سابق مجلس او این سابقه را ندارد. انتخاب آقای بذرپاش زنگ خطری برای دولت حسن روحانی، یک سال تا 1400 مانده و انتخابات ریاست جمهوری و نظامی که به دنبال دولت جوان انقلابی است، وعده‌ای که رهبر ایران به هوادارانش داد. مرساد کهن‌روز، بی بی سی. علیرضا صلواتی تحلیلگر مسائل اقتصادی از لندن با ماست. آقای صلواتی، شما سالهاست که آقای بذرپاش رو میشناسید و طی شدن پله های ترقی او رو شاهد بودید. بله بله، من سال 77 که ایشون دانشگاه شریف رفتن، چون دانشگاه شریف جامعه اسلامی دانشجویان نداشتش، ایشون از طرف بسیج دانشجویی توی جلسات تشکل‌های دانشجویی شرکت می‌کردن. از اون موقع کمابیش می‌شناسم ایشون.
بیشتر دربارشون بگین. فکر میکنید که علارغم این عدم داشتن تجربه، توانایی لازم برای پست‌هایی رو که به دست آورده داره؟ خب الان مقدار زیادی پیدا کرده، بستگی داره که ما در مورد کدوم مهتاد بزباش صحبت میکنیم. اگر از مهتاد بزباش صحبت میکنیم که مدیر عامل سایپا شدش یا مدیر عامل پارس خودرو شد، خیر، در اون موقع نداشتش. ولی خب به هر حال این شکلی، هرچند که این هزینه هاش بسیار بسیار سنگینه برای مردم، اینکه یک نفر رو بخوام بکنن مدیر تراز جمهوری اسلامی، خب هزینه خیلی بزرگی داره. ولی امروز به هر حال کسی هستش که سابقه مدیریتی در بنگاه‌های بزرگ و کلان اقتصادی رو داره. آقای سراواتی، عمل کرده آقای بزباش در مناسب قبلی چطور بوده؟ آیا قابل دفاع بوده؟ خیلی سخته. ببینید، بستگی داره که بگیم که مقایسه باید بکنیم. یعنی مثلا اگه بخوایم آقای بزباش رو، عمل کردش رو در سایپا مثلا با آقای منطقی مقایسه بکنیم که ایشون هم از سپاه اومده بود و الان هم به سپاه برگشته، یا مثلا آقای سروش که اونم از سپاه اومده بودش دوباره بازم مثلا به سپاه برگشت، اگه با اینا مقایسه بکنیم خیلی تفاوت معناداری نداره. ولی باید بدونیم که به هر حال خودروسازی همیشه قلک دولت‌ها به خودروسازان بزرگ ایران خودرو و سایپا به شکل قلک نگاه کردن، و خب ایشون هم وقتی هماهنگ بود با آقای احمدی نژاد اونجا رفتش که بتونه کمک بکنه به دولت احمدی نژاد، و وقتی که با احمدی نژاد اختلاف و زاویه پیدا کردش، خب از اونجا برش داشتن بردن به بنیاد تعاون سپاه، مجموعه ای که الان همین چند دقیقه پیش شما از آقای روحانی داشتید که صحبت میکردش که همه چی داره، یعنی همون دولت با تفنگ یک هولدینگ عظیم که بسیاری از شرکت ها رو در زمان همین آقای دولت آقای احمدی نژاد بلعید و به خصولتی ها معروف شد. و یکی از کارهای بسیار عجیبی که بعد آقای بزرپاش در مجموعه موبین، هولدینگ موبین که فقط یکی از شرکت های هولدینگ موبین همراه اول هستش، باز کردن پای چینی ها به سطح بی سابقه، به سطح بی سابقه در مدیریت کشور اینا حضور پیدا کردن. ما میدونیم که دو تا نکته هستش در مورد این مسئله، یکی اینکه همین الان اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکا با شرکت واوی چین مسئله بزرگ امنیتی دارن. ما میدونیم که این شرکت ها چقدر حساسیت برانگیز هستن، ولی با روی کار اومدن آقای دکتر مهدی اخوان بر شرکت همراه اول که خیلی بحث های جدی امنیتی، انگولت های جدی امنیتی در مورد ایشون هم مطرح هستش، پای چینی ها برای اولین بار در سطح مدیریتی وارد شد. یعنی نه این همکاری تجاری یا همکاری فنی، بلکه اینا مدیر معرفی کردن برای مجموعه مخابراتی ایران که با حمایت و علاقه آقای بزباش بود. فکر میکنید که جمهوری اسلامی چه برنامه برای آینده آقای بزباش داره؟ این رشد با چه اهدافی داره صورت میگیره؟ امروز روز عجیبی برای مجلس بود. میدونید، یعنی مثلا اینکه آقای زاکانی رو برای مرکز پژوهش‌ها معرفی بخوام بکنن یا آقای بزباش رو بذارم برای دیوان محاسبات، دیوان محاسباتی که باید مسائل مالی رو بررسی بکنه، که خود آقای بزباش در سایپا مسائل مالی بسیار زیادی داشتن، یا بحث این هشتگ‌های ستاره مربع بحث مالی خیلی جدی داشتش، یا مثلا آقای امید تشزر مدیر کل دفتر ایشون که با آقای بزباش اختلاف پیدا کردش، نامه‌های افشاگرانه بسیار زیادی به مسئولین وقت نوشت در مورد مسائل مالی آقای بزباش. ولی من یه چیزی رو بالاتر از اینا می‌بینم، و من فکر می‌کنم که بازیگردان اصلی مسائل مجلس اینی که فکر کنیم آقای قالیباف باشه یا آقای زاکانی و بزباش و اینا نیستن. این در سطح بالاتری برای مجلس تصمیم گیری میشه که شاید مثلا بتونیم سازمان اطلاعات سپاه رو بازیگردان اصلی بدونیم، و از اونم بالاتر آقا مجتبی، برای اینکه یا خود آقای بزباش میتونه و یا رئیس سابقش مثلا آقای فتاح میتونن نماینده خوبی باشن، برای مطرح بشن برای
همون دولت جوان انقلابی که رهبری وعده شده داده. متشکرم. علیرضا صلواتی، تحلیلگر مسائل اقتصادی. در آمریکا رئیس جمهوری هشدار داده که وضعیت شیوع کرونا قبل از اینکه رو به بهبودی برود بدتر خواهد شد. دونالد ترامپ که بعد از چند ماه برای اولین بار در یک کنفرانس خبری درباره بحران کرونا در آمریکا صحبت می‌کرد، با لحن و رویکرد متفاوتی ظاهر شد. آقای ترامپ که پیشتر گفته بود تمایلی به ماسک زدن ندارد، از همه خواست ماسک بزنند و آن را عملی میهن دوستانه خواند. همزمان زدن ماسک در بعضی از مناطق استرالیا و هنگ کنگ هم الزامی شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. صدای پای کرونا در خیابان‌های خلوت آمریکا. کشوری با 4 میلیون مبتلای ثبت شده و شمار رو به افزایش جان‌باخته‌ها مخصوصاً در ایالت‌های جنوبی و غربی. و دولتی نگران از نتایج نظرسنجی‌هایی که می‌گوید مردم از نحوه مقابله با این ویروس مرگبار ناراضی‌اند. دونالد ترامپ برای اولین بار بعد از چند ماه درباره شیوع بیماری در آمریکا کنفرانسی خبری برگزار کرد با لحن و پیامی متفاوت از گذشته. متاسفانه وضعیت احتمالاً قبل از اینکه بهتر بشه بدتر خواهد شد. این چیزی نیست که من دوست داشته باشم بگم، اما شرایط اینطوریه. همه جای دنیا درگیره. و توصیه به ماسک زدن از سوی رئیس جمهوری که پیش از این علاقه‌ای به این کار نشان نداده و تنها یک بار با دهان و بینی پوشیده در مقابل دوربین ها ظاهر شده. من همراه هم ماسک دارم و با کمال میل ازش استفاده می کنم. هیچ مشکلی با ماسک ندارم. اگر می توانید هر وقتی که می توانید ماسک بزنید. همزمان در استرالیا اجباری شدن ماسک از امروز در ملبورن، دومین شهر پرجمعیت کشور در ایالت ویکتوریا که به وضعیت قرنطینه بازگشته، جایی که در موج دوم بیماری بیشترین سهم مبتلایان را داشته. در کل در شبانه روز گذشته بیش از 500 بیمار جدید در استرالیا شناسایی شده، بالاترین شمار موارد روزانه از زمان آغاز شیوع بیماری، وضعیتی که مقام‌های ایالت نیو ساوث ولز در همسایگی ویکتوریا را هم نگران کرده. این ایالت در بالاترین وضعیت هشدار قرار داره. چه در جایی زندگی می‌کنید که موردی از ابتلا درش دیده شده باشه یا نه، از همه می‌خوایم خیلی جدی به برنامه‌شون برای آخر هفته فکر کنن. از جمعیت دوری کنید و کاری نکنید که سلامت خودتون و دیگران رو به خطر بندازید. هنگ کنگ هم تازه ترین منطقه ایست که ماسک زدن در مکانهای سرپوشیده را اجباری کرده، جایی که اخیراً شاهد اعتراضهای گسترده ضد دولتی بوده. از مردم خواسته شده در خانه بمانند و مسافران از نقاطی مثل قزاقستان و آمریکا باید قرنطینه شوند. نشانی از وضعیت نگران کننده شیوع بیماری در آمریکا، نگرانی که در مرز این کشور با کانادا هم به چشم می‌خورد. از جمله بین مسافران این کشتی کانادایی با 700 نفر ظرفیت که برای حفظ فاصله اجتماعی تنها اجازه سوار کردن 6 مسافر را دارد. گردشگرانی که برای تماشای آبشار نیاگارا آمدند، اما دیدنی تر برایشان این کشتی آمریکایی است که تا نصف ظرفیت مسافر دارد. خوشحالم که تو کانادا زندگی میکنم. همین الان یه عکس برای دوستم فرستادم و بهش گفتم به این دوتا کشتی که نگاه کنی معلوم میشه چرا این بیماری در آمریکا اونقدر شیوع پیدا کرده اما نه در کانادا. نشانه ای از تلاش دولت آمریکا برای بازگشت به زندگی عادی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی قبل از فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری، هدفی که شاید حالا حتی بیش از پیش دور از دسترس به نظر می رسد، در حالی که روز رای گیری به سرعت نزدیک می شود. باران عباسی، بی بی سی. این روزها خبرهایی از واکسن کرونا به گوش می رسد. چقدر باید به آزمایش ها امیدوار بود و چقدر طول خواهد کشید تا این واکسن ها در دسترس همه قرار بگیرند؟ برای پرسیدن این سوال ها دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت عمومی در اتحادیه جهانی واکسیناسیون از ژنو سوئیس با ماست. آقای دکتر، در ابتدا چقدر میشه امیدوار بود؟ خیلی خیلی ممنون از دعوتتون. ما خیلی امیدوار هستیم با توسعه‌ای که به وجود اومده و نتایجی که داره از انواع مختلف واکسن‌ها میاد بیرون. یک
بسیار بسیار امیدوارکننده است. الان ما کجا هستیم؟ چقدر چند هفته یا چند ماه فاصله داریم تا رسیدن به واکسن مشخصه؟ نه. اگه اجازه بدین براتون اینجور خدمتتون بگم که ما حدود 200 واکسن داریم الان که در حال در مرحله پیشبالینی هستن و 22 تاشون وارد مرحله بالینی شدن که 4 تاشون از بقیه یه مقدار پیشرفته تر هستن، دارن وارد فاز 3 میشن، شروع کردن فاز 3 رو بعضیاشون و این خیلی خیلی سریع، یعنی چیزی که مثلا قبلا میتونست 2 تا 3 سال طول بکشه ما به اینجا برسیم، الان تو مدت حدود 6 ماه به این مقطع رسیدیم که سریع ترین زمانی که تا به حال در تاریخ واکسیناسیون ما داشتیم. بفهمید. ولی چیزی که هست این است که خیلی مراحل دیگه در پیش هست تا این واکسن بتونه به طول دموه برسه و بعدم بتونه در اختیار همگان قرار بگیره. یعنی اگه تمام اون قدم ها رو بخوایم در نظر بگیریم و یک واقعیتی رو که تجربه اینطور ثابت کرده که ما مثلا از هر 7 واکسنی که به مرحله بالینی پیشرفته میرسن، مثل این واکسنی که ما الان داریم، معمولا یکیشون نهایتا میتونه واکسن موفقی باشه که طول دموه میرسه و تو اونایی که پیش بالینی هستن خیلی کمتر بوده، 6 تا 7% یعنی مثلا 1 از هر 15-16 تاشون میتونن به مرحله بعد برسن و مورد طول دموه قرار بگیرن. به خاطر همین با وجود اینکه نتایج خیلی امیدوارکننده هست، هنوز تضمینی نیست که این واکسن‌ها واکسنی باشن که نهایتاً به دست من و شما خواهد رسید. با این وصف، اگر که احتمالاً فقط یکیش به تولید انبوه میرسه، فکر میکنید که چقدر طول خواهد کشید که به دسترس عموم برسه، از جمله شهروندان ایران و افغانستان؟ خب کاری که ما در اتحادیه جهانی واکسیناسیون انجام میدیم و چیزی که تمام الان ما 177 کشور دنیا رو پشتیبانمون داریم اینجا، به این صورت است که ما نمیخوایم به موقعیتی قرار بگیم که فقط درگیر یک واکسن باشیم. ما امیدوار هستیم با همکارانمون سپی و سازمان جهانی بهداشت که بتونیم 12 تا 16 تا واکسن رو همزمان پیش ببریم و بتونیم اگر چند تا از اینا هم متأسفانه موفق نشدن، سرمایه‌ای که گذاشتیم روی بقیه بتونه که به نتیجه برسه. برنامه‌ای که ما الان داریم این هست که تا پایان سال آینده میلادی، یعنی حدود 17-18 ماه آینده، بتونیم فاز حاد بیماری رو کنترل کنیم از طریق واکسیناسیون که از دید ما تنها راه حل این همگیری هست. و برای اون ما پیش بینیمون این هست که تا اون موقع میتونیم روی 2 میلیارد دوز واکسن حساب بکنیم و مکانیزمی ساخته شده و پیش بینی شده که بتونیم این واکسن در اختیار همه قرار بگیره. اگر تمایل داشته باشین میتونم یکم بیشتر توضیح بدم اون مکانیزم. بفرمایید. خواهش میکنم. تولید 2 میلیارد واکسن هم قاعدتا خیلی زمان بره. خب هر چیزی 2 میلیارد شما بخواید سنجاق قفلی هم تولید بکنید زمان بر هست و مشکل هست. ما انتظار نداریم این رو فقط یک تولید کننده تولید بکنه و کاری که داره الان انجام میشه اینه که اینو به صورت موازی انجام میشه. خب ما هیچ وقت تجربه‌ای در این مقیاس نداشتیم برای تولید واکسن. یعنی شما الان نگاه کنید واکسنی که حالا تو دنیا بیش از همه استفاده میشه، واکسن 5 گانه رو اگه در نظر بگیرین، ما حدوداً سالی 100 میلیون کودک به دنیا میاد، 100 میلیون کودک تو دنیا به دنیا میاد و اگه همشون هم فرض کنیم واکسن رو میگیرن که اینطور نیست، ماکسیمم دوزی که تولید شده از یه واکسن مثلا 300 میلیون دوز در سال بوده. حالا ما می‌خوایم این رو برسونیم به چند میلیارد دوز و بیشتر از این که خب خیلی کار بزرگه و خیلی کار پر ریسکه و به خاطر همین است که از طریق این مکانیزم ما سرمایه اولیه‌ای رو که داریم در اختیار تایید و توسعه شرکت‌های دارویی می‌گذاریم که بتونن ریسک بکنن، بتونن کارشون رو سریع‌تر پیش ببرن، صبر نکنن برای تاییدیه‌هایی که معمولاً انجام میشه. شما تو فاز واکسن که نگاه می‌کنید، یه فاز اولیه توسعه داریم و یک فاز تولید داریم. اون فاز توسعه همین قدم‌هایی که الان گفته میشه، فاز 1، فاز 2، فاز 3 معمولاً اتفاق می‌افته و نهایتاً واکسن ارائه میشه برای تاییدیه‌های سازمان جهانی بهداشت و بقیه رگولاتورها، حالا بسته به اینکه چه کسی بخواد اون رو تایید بکنه. فاز بعد از اون هست که معمولاً میان واکسن‌ها رو در مقیاس اقتصادی برای مصرف بازارهای محدود تولید می‌کنن و اگه همه اینا به خوبی پیشرفت میان تولید انبوه می‌کنن برای استفاده جهانی. الان تمام این مراحل داره به هم فشرده میشه، یعنی وضعیتی داره میشه که اون روندی که معمولا 10 سال طول میکشید، 7 تا 10 سال طول میکشید، ما داریم میاریم توی 12 تا 18 ماه بتونیم این رو داشته باشیم و خیلی پیچیدگی خودش رو داره از نظر بازار، از نظر ریسک، از نظر هزینه. هزینه بسیار بالایی رو داره. شما برای تایید و توسعه واکسن به طور متوسط در حالا تجربه که هست حدود 150 میلیون تا 1.1 میلیارد دلار هزینه فقط تحقیق و توسعه واکسن است. شما در نظر بگیرید که این همه واکسن‌ها همزمان دارن روشون کار میشه، به خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم، یعنی هدف اصلی این هست که اگه همه ما نتونیم امن باشیم، نتونیم در وضعیتی قرار بگیریم که همه کشورها بتونن این امنیت رو داشته باشن در برابر کرونا، در واقع هیچ جای دنیا امن نیست، نمیشه هی قرنطینه کرد، نمیشه مرزها رو بست و
و به خاطر همین ما برنامه‌ای که است و به تاییدیه سازمان جهانی بهداشت و کشورها رسیده اینه که ما تا آخر 2021 می‌خوایم 20% جمعیت هر کشور رو واکسنش رو تأمین بکنیم. و حالا کشورهایی هستن مثل مثال زدید ایران که از نظر وضعیت اقتصادی بهتر هستن، اون کشورها باید خودشون خرید بکنن، از طریق این مکانیزم این دسترسی براشون فراهم میشه. این نیست که بخوان رقابت بکنن با بعضی کشورهایی که ممکنه بخوان از ملی گرایی واکسن استفاده کنن یا بخوان قیمت‌های خیلی بالا پیشنهاد بدن. و کشورهایی که مقدار از نظر سطح اقتصادی پایین‌تر هستن مثل افغانستان و تاجیکستان، واکسن اونها رو ما تامین می‌کنیم برای 20% جمعیتشون. این که میگم من 20% به خود ما فکر کنیم با 20% میشه همگی رو در سطح جهان کنترل کرد در فاز اولیه و بدون شک بیشتر از این واکسنی در اختیار نخواهد بود. یعنی همین همونطور که فرمودید 2 میلیارد دوز هم اصلا مقدار کمی نیست که ما میخوایم تولید بشه. فکر کنم 2 میلیارد دوز برای این 20% گروه های اولویت هر کشوری از همه لازم تر هست. اولویت اول هم اگر سوالتون خواهد بود این هست که پرسنل بهداشت درمانی و کسانی که با بیمار سر و کار دارن اولویت اول خواهد بود. سازمان جهانی بهداشت داره این اولویت بندی رو کار میکنه. مطمئن نیستیم واکسنمون توی همه گروه ها جواب میدن. بعضی واکسن ها ممکنه که توی افراد مسن که حالا از کسایی هستن که بیشتر خطر مرگ و میر توشون از افرادی که یک سری بیماری زمینه ای دارن ممکنه موثر نباشن. بعد روی همه اینا تو فازهای بعدی کلینیکال ترایل از خوارزمی بانی واکسن کار بشه تا بتونیم مقدار محکمتر قدم هامون رو پیش ببریم. متشکرم دکتر حمیدرضا ستایش، کارشناس سلامت عمومی در اتحادیه جهانی واکسیناسیون. سپاس از دعوتتون. نماد شیر و خورشید که از زمان صفویان در ایران گسترش پیدا کرد، هویت ایرانی و شیعی داشت. اما چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از پرچم ایران حذف شد، چون انقلابیون آن را یادآور حکومت پهلوی می‌دانستند. پیش از آن هم 2 بار در تاریخ معاصر نماد شیر و خورشید در معرض خطر حذف قرار گرفته بود، ولی در نهایت آیت الله خمینی بود که دستور حذف آن را در تیر ماه سال 1359 صادر کرد، 1 ماه قبل از درگذشت محمد رضا شاه پهلوی. در آستانه 40مین سالگرد درگذشت شاه، خشایر جنیدی نگاهی کرده به ریشه های تاریخی نماد شیر و خورشید. 7 مرداد 1359، تشییع جنازه آخرین پادشاه ایران در قاهره. 1 ماه قبل از درگذشت محمد رضا شاه، آیت الله خمینی به دولت مهلتی 10 روزه برای محو نشان شیر و خورشید داده بود. او در سخنانی گفته بود از همه ادارات باید این شیر و خورشید منحوس قطع شود. علم اسلام باید باشد. چطور میتونه ملی نباشه؟ وقتی که چند صد سال سابقه تاریخی داره و به عنوان نشان دولتی بوده، این ارتباط بین دولت و ملت خیلی در مخصوصا در فرهنگ ایران، در فرهنگ سیاسی ایران بسیار نزدیکه. در ایران باستان شیر و خورشید هر کدام به طور جداگانه از نمادهای مهم بودند، نمادهایی که هم بر روی بناهای به جا مانده از هخامنشیان دیده می شوند و هم در آثار ساسانیان. ارجاعاتی داریم از جمله از حتی از دوره هخامنشی که خورشید و علامت خورشید یه مقدار علامت شاهانه بوده، نشون دهنده قدرت شاهان بوده. علامت شیر رو هم به طرق مختلف داریم، یعنی از روی نقش های برجسته شیر رو به طرق مختلف به علامت قدرت و مربوط به شاهی داریم. شاید اگر جالب تریناش اون علامت شیر و یک خورشیدی پشتشه که توی مهر هخامنشی، یک از مهرهای هخامنشی است. بعد مثلا روی تاج شاهان ساسانی خورشید رو میبینیم، انواع اقسام گویهایی که حالا میتونه خورشید باشه رو هم میبینیم. ولی اینکه به صورت علامت شیر و خورشید باشه، نه، ما به این صورت نداریم. از اولین کاربردهای توأمان شیر و خورشید میتوان به سکه های به جا مانده از غیاث الدین کیخسرو دوم سلطان سلجوقی روم در آناتولی اشاره کرد. خورشید نمادی از زیبایی همسر سلطان بود و شیر خود سلطان. البته گفته می شود که این طرح به نماد فلکی خورشید در خانه اسد هم اشاره دارد، به معنی بخت نیک، نمادی مشترک با مغولان و تیموریان. مثالش طرح مشهور شیر و خورشید یا پلنگ یالدار و خورشید بر سردر بنای تاریخی شیردار در سمرقند که از دوره تیموری به جا مانده. مغول ها طلوع آفتاب رو مقدس می‌دونن.
و یکی از قدیمی ترین ارجاعاتی که ما به صورت تصویری به شیر و خورشید داریم روی مینیاتورهای دوره مغول و دوره تیموریه، و در اینجا این شیری که علامت شاهیه و حالا ما قبل از این هم داریم این شیر رو به علامت شاهی، اولین دفعه ما یه دونه آفتابی رو پشتش میبینیم، ولی این دقیقا خورشیده که داره طلوع میکنه. در سال 881 خورشیدی شاه اسماعیل صفوی با اعلام سلطنت، نخستین پادشاهی متمرکز ایرانی پس از فروپاشی ساسانیان را تأسیس کرد. فرزندش شاه طهماسب، گوسفند و خورشیدی شبیه به این طرح را احتمالاً به نشانه تولدش در برج حمل بر بیرق سبز صفوی نهاد که بعداً جانشینانش شیر و خورشید را به جای آن نشاندند. از خیلی از جهات شیر و خورشید نماینده مفهوم سلطنت صفوی بود که سلطان عالی‌ترین مقام دینی و عالی‌ترین مقام کشوری بود. در دوره صفوی یک میشه گفت یک آیین ستایش و احترام نسبت به علی ابن ابی طالب بود، چون به نام یکی از عناوین خیلی شایعش مخصوصا از دوره صفوی به بعد اسدالله الغالب بود. پس این اسدالله به یه ترتیبی بخشی از این هویت سیاسی دوره صفوی شد. شیر و خورشید جایگاهش را بر روی پرچم ایران در زمان نادرشاه، کریم خان زند و همینطور آقا محمد خان قاجار حفظ کرد. در تابلوی به جا مانده از جنگ اول ایران و روس در زمان فتح علی شاه قاجار که در موزه ارمیتاژ نگهداری می شود، نماد شیر و خورشید بر پرچم جنگی ایران دیده می شود. گاسپار دروویل، افسر فرانسوی هم که در همان سالها به ایران آمده بود، پرچمهای ایران را اینگونه در سیاحتنامه‌اش به تصویر کشیده. وقتی به دوران صدارت امیر کبیر می رسیم، برای نخستین بار نشانی از پرچم سرنگ داریم. پرچم سرنگی که یک نوار کوتاه سبز در بالا، یک نوار کوتاه سرخ در پایین و در میانه بر بستر رنگ سفید شیر و خورشیدی نشسته است. تا زمان مشروطه، همانطور که در این روزنامه پیداست، پرچم واحد و متحد و شکلی وجود نداشته، هرچند همیشه شیر و خورشید بر روی بیرق ایران دیده می شد، اما نه با فرم واحد. با گذشت زمان شیر پرچم ایران به تدریج از شیر کمیال و کوپال آسیایی به شیر بزرگ آفریقایی تغییر شکل می داد. اوائل دوره ناصری، در دوره جنگ دوم حرات، ما می‌بینیم که شاید برای اولین بار این تصویر که از شیر و خورشید ترسیم شد، این شیر به جایی که نشسته باشه به پا خواست و شیری که ما الان روی امروزه می‌دونیم و می‌شناسیم به عنوان نشان شیر و خورشید، و اون شمشیر هم به دستشون گرفته شد. دوران مشروطه نوید بخش سرآغاز زمانه جدیدی برای ایران بود. کشورداری متحول و مدرن می شد و پرچمش نیز باید پرچم واحدی می بود، موضوعی که در اصل پنجم متمم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفت. الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. علما مخالف کاربرد شیر و خورشید بودند. دفاع از آن به کیخسرو شاهرخ نماینده زرتشتیان سپرده شد. کیخسرو شاهرخ در یک سخنرانی که در مجلس اول داشت گفت که این شیری که ما در میانه پرچم داریم نشانه اینه که انقلاب مشروطیت در مرداد ماه 1285 به ثمر رسید. مرداد ماه برابر برج فلکی اسد، اسد یعنی شیر، پس شیر نشانه پیروزی مشروطیت. اما
انقلاب در میانه برج اسد، در میانه مرداد ماه بوده و گرمای مرداد ماه رو ما باید به نشانه خورشید در پشت این شیر بنشونیم. سلسله پهلوی پرچم سه رنگ و نماد شیر و خورشید را از دودمان قاجار به ارث برد، هرچند چشم و ابروی خورشیدش را حذف کرد و به جای تاج کیانی تاج پهلوی را بر فراز آن قرار داد. در ابتدای دوران پهلوی افرادی بودند که در پی حذف شیر و خورشید به خاطر مفاهیم دینیش بودند و می‌خواستند درفش کاویانی را جایگزین کنند. در زمان محمد رضا شاه علاوه بر پرچم شیر و خورشید، پرچم ملی سرنگ بدون نماد نیز رسمیت داشت و همینطور پرچم نظامی که گرداگرد شیر و خورشید، یک شاخه بلوط و یک شاخه زیتون قرار داشت و بر فراز آن تاج پهلوی. و اما این آخرین تغییر شیر و خورشید پرچم ایران در زمان پهلوی بود با طرحی مدرن. شیر و خورشید 40 سال پیش از پرچم ایران حذف شد، اما هنوز رسمیت بین المللی دارد. کنوانسیون ژنو در کنار صلیب سرخ، هلال احمر و کریستال سرخ، شیر و خورشید سرخ را همچنان به عنوان یک نماد بین المللی امدادی به رسمیت می شناسد، هرچند که دیگر در ایران استفاده نمی شود. خشایار جنیدی، BBC، واشنگتن. و با این گزارش دیدنی به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و کانال یوتیوب ما تماشا بکنید. تلگرام، توییتر و اینستاگرام BBC فارسی رو هم از دست ندید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید. شب بخیر.